ببینم. اوکی، اگه اینجوری چشم چشم. سلام، خوبی؟ اوکی، همه آماده ایم. من یه سلام میکنم و شروع کنیم، چون لایف میدونی شیرین میشه، ما صحبت میکنیم لایف هم تموم میشه، دوست ندارم. تو لایو شما بودم، خانم لیدا میگفت که من جذبه دارم و من خیلی مثلا پسر 17 18 سال عاشقم میشن اینا. منم میخواستم تایید کنم، گفتم من خودم بعضی روزا شده اصلا انرژی نداشتم تو لایو، ولی مجبور بودم که به خاطر بچه ها بیام لایو، یعنی چون منتظرم بودم. ولی وقتی که لیدا رو میدیدم انرژی برمیگشت. لیدا تو زندگیش یه انرژی داره که همه دوستش دارن، همه جذبش میشن، دوست دارن باهاش زندگی کنن. اونایی هم پسرایم که اومدن لیدا رو کردن و رفتن لیاقت نداشتن که بمونن. میدونی چیه لیدا؟ هیچ وقت از این ناراحت نشو که یکی اومد کرده رفت بگی اوکی نه من مشکلی داشتم. نه، اون آدمی که قسمتت بوده بیاد تو زندگی و لیاقت داشته هنوز پیدا نیومدش. دقیقا نمیتونه. آدمایی میان قدر من میدن که واقعا دنبال آرامشن آریان جون، و جوانای کم سنم نه، دنبال هیجانن، تازه به دوران رسیدن میدونی، و کسی که معنی آرامش رو بدونه میاد به من. و مرسی از تعریف خوبی بود هم لیدا جون. ببین من الان، خب من خودم هم تینیجرم، سن زیادی ندارم، نزدیک 18 19 سالمه، ولی خودم شخصا پسرای زیر 30 رو قبول نمی کنم. چرا میدونی چی؟ من حوصله مادر شدن و خواهر شدن و پدر شدن ندارم. مرد زیر 30 سال بچه است و من حوصله ندارم. میدونی چیه؟ خیلی بچه‌ام. من الان موردایی دارم که طرف با اینکه هیکلیه، مثلا هیکلشو ببینی میگی 30 40 سالشه، ولی بچه است. گفتم نه، من با بچه نمیخوابم، من با زیر 30 سال نمیخوابم، من حوصله دردسر ندارم. فکر میکنن که ما باید نازشون رو بکشیم، فکر کردن که ما باید مرد کوتاهی پدر مادر رو جبران کنیم. گفتم بابا برو کاستن، نه مادر جنده من چی؟ تو رو ننه بابات بدون کاندوم زده، به زور زاییدنت به من چه؟ من فقط مردهای آره، من حوصله ندارم. من کسی نمیتونه عقده زندگیش و بدبختیاشو سر من خالی کنه. شاید من بتونم سر همه خالی کنم، ولی اون نمیتونه. آره. به خاطر همین گزینه هام همیشه انتخابام خوب بوده. من بالای سی میخوابم. منم نظرم همین آری انجوز، بالای سی کمتر رو اعصابه، ولی خب لعنتی های جذاب پسرهای دیستوزه دارسال میبینی به قدر زیبان که آدم مغزش رو همیشه از کار میفته. مثلا این پسری که داشتم تو لایم گفتم تقریبا 2 ماه پیش بود تو محلمون، رفتم فروشنده بود، حالا نمیم یه چیزی میفروخت، بچه ها میرم آمارشو در میارم. وقتی این پسر رو دیدم خوشکم زد، یعنی چشماشو که دیدم حالا میخوام برم نمیتونم، پسرم داره به من نگو. منم به اون یه لحظه به خودم بودم 30 ثانیه من به این پسر خیره شدم، به قدر این پسر زیبا 24-5 سالشه و 2-3 بارم اومده بهم سر زده، به شدت خوشگله. آدم نمیتونه از خیر خوشگلی بعضی ها بگذره. سم میکنم من کتابی ببینید، من دنیز، امیر جان، زارا جان، لیدا جون، هیچ وقت تو زندگیم، تو لایوام، توی زندگی همیشه با خودم رو راست بودم، صادق بودم، هیچ وقت نمیتونم به خودم دروغ بگم. ببین من چون همیشه یک ابزار جنسی بودم تو زندگیم، یعنی همش آره چون راحت باشم، چون همیشه یک ابزار جنسی بودم، یعنی فقط میومدن کونم میذاشتم پولمو میدادن، هیچ وقت تجربه دیتو نداشتم که اینکه مثلا یکی بیاد دنبالم، در ماشین رو باز کنه یا بریم ناهار و شام اینا، نه دوست داشتم نه برام پیش اومده بوده که مثلا این کار برام انجام بشه. بعد یک سال پیش یه مورد همجوری پیش اومد، پسر هندی بود، هندی پاکستانی بود، بعد خیلی هم خوشگل بود، 23 24 سالش بود، ولی قد بلند، هیکلی، ماشین خوب، کار خوب، بیزنس خوب. بعد این به من پیام داد اینا، گفتم آره من پسرم خون میدم اینا، گفت مشکلی ندارم میام دنبالت با هم بریم بیرون. بعد گفتم باش حالا یه بار بریم ببینیم چی میشه. بعد اومد پسر در خونه منو، بعد من از خونه رفتم بیرون و اینا، بعد دیدم پسر از ماشین اومد بیرون و برای اولین بار در ماشین رو برای من باز کرد و اون اول منو بغل کرد، سلام خوبی، بعد در ماشین رو باز کرد گفت بشینید، بعد رفتیم رستوران و در رستوران رو باز کن، سفارش غذا بگیر و از این حرفا. اصلا خیلی برام عجیب بود، اصلا اینا رو انتظار نداشتم و برام پیش نیومد و منتظرش هم نبودم. بعد
ولی اصلا به این خوش نگذشت، چون اصلا اونجور آدمی نبودم، دوست نداشتم، همیشه چون گذاشتن مثلا کونم گول دادن اونو، همونو بیشتر دوست دارم. بعد دیگه بعد اون که شامون خوردیم و نهارو خوردیم اینا، دیگه بعد اومد خونه یه کونم هم گذاشت و رفت، دیگه تموم شد. میدونی چیه میگم؟ که داره همین، هم میخواستم یه تجربه داشتم بگم که اینجوری اتفاق افتاده، ولی بازم دوست ندارم، چون از بس فقط کونم گذاشتم پولم دادن و اومدن و رفتن مثلا کوتاه بوده، یک برام عجیبه یه کسی بیاد دنبالم در ماشین باز کنه نهار و شام دعوتم کنه. اینو میخواستم بگم. بفهم. ولی به شدت باید موافقم آریان، به شدت باید موافقم. سن هرچی پسر پخته تر باشه بهتره، گرچه من 40 سالش هم دیدم که مغزش اندازه 16 ساله نبوده، نه شعورش نه درکش. اینی که بعضیا میگن رو سن و اینا، نه، ولی خب بهتر آن است که بالای 30 باشه، پخته باشه. ولی وقتی بعضی پسرها رو میبینی 23-24 ساله کباب اندر کباب، خواهر جان نمیشه از خیرشون بگذری، خیلی زیبا، دیگه مجبوری باشون دوست بشه دیگه، حتی شده یه بار دو بار باشون بری دوری بزن. خب من یه سوال دارم لیدا جون ببخشید، حالا سن یه عدد چند سالته؟ من 47 سال. خب یه سوال، من الان 23 دارم، میرم تو دیگه، رفتم 24 شد، 24 سالم. من که 24 سلام، این پسرایی که تو میگی چرا اصلا تو این 24 سال هیچ وقت سمت من نیومدن؟ فقط مثلا تو میگی، من خیلی تعجب میکنم، خوش باله. آره حق میدم. بچه یه چیزی بگم، شاید باورتون نشه، شاید خندتون بگیره. به نظر خود ببخشید بزنم، بچه با هم به قیافه نیست، به شانسه. به خدا ببین، من الان قسم میخورم که باور کنم بچه ها، خب من الان یه قرار حتی با فرشته گذاشتم که بریم بیرون 4-5 قدم عقب‌تر بیاد، ایشون حتی آرایش غلیظ کنه، روسریش هم بذاره تو کیفش و منو تحت نظر، من ماسک میزنم، کلا میذارم، جلوتر میرم، بعد بیاد براتون تعریف کنه که چه اتفاقاتی میفته و به سرا مثلا چه عکس العمل نشون. چرا خدا همه میفهمند دو جنسه اید، نرید بیرون با. نه من زیاد رفتم بار اولم که نیست که، من رفتم اینجور چیزا رو دیدم که دارم میگم. من خودم زمانی که لاغر بودم قیافم خیلی تابلو بود، اینو قبول دارم. میگم مثلا میرید بیرون، من که الان دیگه خدا بشه کسی خواهی ندارم این گویی رو بخوره که بگی دو جنسه ای، مثلا میرید بیرون یا مثلا طرف بهت میگه مثلا خب میدونی دیگه تو خیابون همه اشاره میدن مثلا یا بلند میگن، مردم ترسی ندارن، مثلا میگن دو جنس هست شیمیل و اینا، اصلا ناراحت نمیشی؟ ببین این قضیه که من تعریف کردم، نه تو این چیزا نبود که پسر با تمسخر بیاد جلو یا بگه زنی مردی یا با خنده و خاینا، اصلا خیلی از نگاهش نه مثلا قیافتون رو که میبینم تابلوی دارم جدی میگم، مثلا میرسیم. خب من دارم میگم پسره که سمت من میاد اصلا با این دید و با این نگاه نمیاد، این که هیچی. ولی چرا بیرون هستم؟ معمولا تو خانواده، مثلا یه خانواده دارم میرم، پسر خانواده میگه ای مامان، مثلا این پسر بود یا دختر بود، یا یه بچه کوچیک از مامانش میپرسه این خاله بود یا عمو بود، مثلا میگم نه تنها ناراحت نمیشم، بلکه با خونسردی تمام توضیح میدم، اگه لازم باشه توضیح میدم بین اون خانواده هم میرم، میگم بله من ترنس زن هستم، میدونید چیه؟ بعد اگه گفتن نه، شروع میکنم توضیح دادم. و من نه تنها از طریق مجازی دارم فرهنگ سازی میکنم، بلکه تو خیابون، توی پارکی که خانواده نشستن یا میگن این پسر بود یا دختر بود، میرم جلو با لبخند و مهربونی میگم من ترنسم، میدونین ترنس چیه؟ و وامیستم براشون توضیح میدم. اونا اینقدر خوششون میاد که به زور منو روی روفرشی خودشون مینشونن، برام چای میذارن یا تخمه تعارف میکنن، خیلی برخوردای خوبی دارم. یه چیزی بگم الان مثلا دنیز میگه که پسر مثلا این چیزایی که مثلا لیدا تعریف میکنه برای من پیش نیومده. من نمیدونم شما چرا مرد با دنیای مردها رو اینقدر بزرگ میکنید؟ مگه مرد چیه؟ مرد یک موجودیه که باید پول در بیاره، زحمت بکشه، خرج کنه، چه برای کیرش، چه برای زندگیش، چه برای خانوادهش، چه برای هر چیزی. و همیشه مرد بوده که هزینه میکرده برای دیگران. خب
چرا داشتم این کارو میکنی؟ من دارم حرف میزنم تمرکزم میره؟ عزیزم گفتم یه لحظه اجازه گرفتم. خب نه اجازه نگید، دارم با تو زر میزنم. تو رکون بر من همه حواسم به شماست عشق من. میخواستم یه چیزی بخورم، نمیخواستم جلوی دور بیمار تو چرا طولای خود راه میری خونه تو تمیز میکنی؟ اینجا که داره یک بحث جدی علمیه تو میشینی داری گوه میخوری؟ او مای گاد، ببخشید. بله بفرمایید. تو الان 3 ساعت خود لایو داشت، فقط زد مثل پیرزن ها را میرفتی تو خونه، بعد اینجا اومدی داری صورت بر میکنی گوه میخوای بخوری. خب یا تو لایو خواهید چیزی بخور یا اینجا میخوری تصویر تو کشن کن. من دارم زر میزنم. بله حواسم باشه شما. آریان جون اونجام تو لایو خودم که میچرخیدم داشتم سوپ درست میکردم، سوپم یخ زده دوره بگم. من نهار نخوردم هنوز، ببخشید. بفرمایید. میخوری مشکل نیست، همیشه بخور. شما من داشتم با تو صحبت میکردم. اچخم گفتم نگی چی میخوری. باز گفتم یه لحظه این پشت بخورم بیام، ولی گوشم نه بخور، مشکلی نیست. نیست اچخم. میخواستم اینو بله بگم که ایشون که میگن که لیدا میگه که الان که اعصابم خورد شد باید بگم هاشم، این هاشم بنای لعنتی حمال که میگه من آره تا اعصابم خورد کنی میگم هاشم، این هاشمی که با این دهنش که سوپم درست کرده میگه مثلا پسر اینجوری کباب بوده. من نمیدونم چرا دنیز و لیدا چرا مردا رو بزرگ میکنید. مرد چیه؟ مرد هم برای کس بعد دون بده، هم برای زندگی خرج بده، کل هر و همه مسئولیت زندگی پای مرده. چه اون مردی که کبابه، چه اون مردی که کباب نیست، باید هزینه کنه و افتخار کنه که یک کون من یا تو یا لیدا میذاره. شما چرا سعی میکنید مردا رو بزرگ کنید؟ خب من حالا بذار توضیح بدم. چون لق مردم، من اصلا مردم رو گنده نمی کنم، نه خرجم دستشون، نه نونم رو میدن، نه آبم رو میدن. من کاری دارم مثلا اصلا مرد نه. الان مثلا لیدا میگه میرم بیرون، من رو بدبخت و همه لاغر بودم میرفتم بیرون، همه میگفتن ای دو جزه از شیمیل اومد، این خانم میره بیرون نمیدونم چجوری بهش نمیگن خوش به حالش، این خواهد میگن به چیز نیست، به قیافه نیست، به شانس، این گوهش پرچمیه خوش به حالش. اینم هست. خب قانون جذبه، وقتی خیلی حساس باشی که الان به من میگن، الان به من میگن، میان و میگن. ولی من وقتی به مردم با نگاه معمولی نگاه میکنم، یا لبخند میزنم، یا یه خانمی رد میشه حتی از زور اینجوری میکنه، باورت نمیشه. دختر خانمایی که اینجا هستن خیلی هم راحتن، نه روسری و هیچ، اینجا دیگه اروپای برای خودش. بعد که میرن مثلا از زور بهم لبخند میزنه، سرش تکون میده، بعد منم یه لبخندی میزنم اینجوری میکنم راحت میشم. اصلا برای مهم نیست که کسی بگه تو نگو که نمیفهمن، میفهمن، ولی خب مثلا همون حسی که ببخشید اینجوری میگم که به همه دارم میفهمن. منم میخوام که مردم بفهمن، میخوام فرهنگ سازی بشه مردم بیشتر بفهمن. و حتی اگه به من بفهمن، من بازرم خونو بادم و خودم ولی کسی نفهمه. نه نه نه، من اتفاقا اصلا مشکلی ندارم بفهمن. هر کی هم یه جلو میگه تو دختری یا پسر، اگه مثلا حالی بند خدای با موتور اومد سرعتش کم بود، یه گفت تو دختری یا پسر، بعد گازو گرفت و رفت. ولی اگه سرعتش کم بود میگفتم خوبی شما، مرسی. بله من ترنس هستم، من هیچ کدومش نیستم، ترنس زنم. میدونین چیه؟ و من تلاش دارم همیشه من خوبی زنده. قانونای هاشم زیاده، تو خیلی خوبی، مگه تو کی هستی بری جلو آدم ها خوبا در بری؟ من کی هستم بابا؟ خفش و لیده تو هم یعنی چی؟ من تو قابلمتو گرفت، تو غذا خوردن بلد نیست، قابلمه تو دست گرفتی اینجوری مثل خر میخوری، بعد بری سلام من ترنسم. بله الان مجبورم سک گشنه، مثل سک گشنه میالا بعد چی بهش میگه دنیز؟ ببین تو راست میگی، من تو رو درک میکنم. من تو خیابون، من دوست دارم تو خیابون یا بگن این دختره یا پسره. چرا؟ چون یه کونه با اصالتم، چون خیلی برام مهمه که آدما منو بشناسن و سوء تفاهم براشون پیش نیاد. میدونی چرا؟ دو بار تو خیابون، تو ایستگاه مترو، ایستگاه اتوبوس، تو خیابون ماشین برام نگه داشته. خب من ساده بودم، گفتم آدرس میخواد یا این سوالی داره، رفتم جلو گفتم بله، تو صدام شنیده فرار کرده. اوه مای گاد تو مردی، میدونی گفته اوه مای گاد تو مردی. ولی اون من مثلا به خاطر این که مثلا مردم میخوام خیلی راحت زندگی کنم، دوست ندارم مردم چیز بشن، گیج بشن، سوء تفاهم پیش بیاد. چون اگه سوء تفاهمی پیش بیاد ضربه‌شو من میبینم، نه اون ماشینیه که میره
بعدش من ناراحت میشم، من تو خودم میرم، چون فکر میکنم یه ایرادی من دارم، یه مشکلی من دارم. میدونی دو سه بار پیش اومده ماشینی جلوم نگه داشته، حتی باورت میشه تو خیابون که میرم به خاطر که هیچ کسی سوی تفاهم پیش نیاد ماشین ندارم، سوی تفاهم پیش نیاد تون تون را میرم، یا یک موقعی میرم که کسی نباشه، که خدا نکرده یک برای کسی سوی تفاهم پیش نیاد بیاد جلو منو ببینه، بعد صدامو بشنوه بگه او مای گاد تو مردی به ترس برای من بزیست بگم آریان جگرش حال بیاد انرژی بگیم بعد تو آریان جون من چرا نه تنها ناراحت میشم، خیلی خوشحال میشم وقتی دارم میگم یک جای تفریح میرم، خانوما به هیچ عنوان هیچ حجابی ندارن، همه جاشون لخته دیده میشه و هیچ کی حتی یک نگاه معمولی بهشون نمیکنه و همه جذب من میشن، پس من به خودم میبالم و خیلی خوشحال میشم، چرا ناراحت میشم؟ منم بعضی موقع از صدا میفهمم چرا دروغ بگم. ببین صدا دست پا تنها جایی که از عضو بدن تغییر نمی کنه، این واقعیته. بعد مثلا ببین من زمانی که شنبول داشتم چرا دروغ بگم، مثلا طرف میرفتم بیرون میگفت ای شیمیل، میگفتم آره شیمیلم کیرم تو کست خواهن و مادر، طرف رو به فوش میکشیدم. ولی خب نمیدونم دیگه بعد از چنجم انگار یه حجبا حیایی افتاده به من، اصلا تو خیامون طرف میگه تو نزی اصلا هیچی نمیگم، سرام میدازم پایین میرم دیگه، بیخیال سر شدم. چون تو به اون ارضای روحی رسیدی که خودتو باور کردی یه زن کاملی و حرف دیگران برات مهم نیست، میدونی؟ من دیگه باور کردم به تو. من تازه اومده بودم کرج، خب آریان جون نیستی ترسو، از بس تو شهر قبلی من اذیت شده بودم، خدا رو شاهد میگیرم ماسک چسبیده بود به چشم که پلکان بهش میخورد، کلارم آورده بودم پایین میترسیدم. بعد که اومدم دوستی رو رفتم نون بخرم و اینجور دختر خانم های 15-16 ساله موها پشت باسنشون یقه باز، اصلا کسی نگاه نمی‌کنه. تو خودت با دخترها مقایسه نکن، دخترها که اصلا کسی نمی‌فهمه. یه گروه پسر میومدن، خب از کنارش رد می‌شدن، دختر جنیفر رو توی جیبش می‌ذاشت لخت همه جاش، خب اصلا پسرا انگار اصلا کسی از کنارشون رد نشده. گفتم خاک بر سرم، اینجا که دختر 14 ساله و از جنیفر خوشگلتر خوشندومتر لخت خیامون داره میره پسر نگاه نمیکنه، من چه خاکی تو سرم بکنم؟ من یه پیرزن 47 ساله چی میاد بعد به من نگاه کنه؟ بعد که تو خیابون میرفتم و میومدم میدیدم پسره 17-18 ساله التماس منو میکنن که یه لحظه واسم باشون حرف بزنم، احساس غرور کردم و احساس کردم خوشبخت‌ترین آدم دنیا که این همه دختر زن خانم مثل این میمونه. تو فرشته الان با هم برید بیرون، بعد مثلا همه به فرشته بگن تو ببخشید، بلا نسبت فرشته تو لایوم هست میشنوه، ببخشید فرشته من بابت دوستی که با هم داریم اینو میگم، مثل این میمونه که به فرشته بگن تو چقدر تخمی، بیان بچسبن به تو بگن زلی خواهی، اینجوری میشه. آره اوکی یکم اجازه بدید زارا سلام کن به بچه ها، خواهی تو معرفی کن. سلام حالتون خوبه؟ من پسر خاله آریانم و اینا میخواستم بهتون بگم سلام. چطوری هاشم خوبی؟ هاشم میخواستم اینا بگم، ببین ما ترنس ها یا خب هر چقدر به خودمونم برسیم آرایش کنیم و اینا، ولی اون ظاهر مردونمون همیشه هست، ظاهر مردونه همون ریشو یا مثلا بری لیزر کنی میکاپ کنی یا، ولی همون هیکل مردونت همون چیزات هست، یعنی قشنگ تو پیدا می تو یه مرد یه ترنس. بله مهم برای من نیست دلیلش چیه، مهم نیست، همین که مردم با هیجان به من نگاه میکنن و یه جورایی چرا چون که مردم تفاوت دوست دارن. الان تو چون که به شکل از مرد به خانم تبدیل شدی، برای همین دوست دارن ببینندت. آره. میدونی چی؟ آره. ما خیلی خواهان داریم. دقیقا ما خیلی خواهان داریم. آخه بذار من همیشه لیدا تو داری دقیقا حرفای قبلنه که مثلا من یک سال پیش تو حرف یا مثلا الان میزنم و تو داری تایید میکنی برای خودت. یه جورایی فکر می‌کنم کپی برداری از منه که ما خیلی خواهان داریم. چرا اینو نمی‌خوای قبول کنی؟ ببین من نظر گوش کن. نه یه چیزی گوش کن. چرا اینو نمی‌خوای قبول کنی که ما خواهان نداریم؟
کسی که کون آریان میذاره چون جا نداره، کسی که کون آریان میذاره چون نمیخواد از حاملگی میخواد فرار کنه، کسی که میخواد کون آریان بذاره نمیخواد ازدواج کنه، کسی که کون آریان میخواد بذاره میخواد آرامش داشته باشه. چرا اینا رو نمیگی؟ عزیزم دوبار گفتم، یه بار دیگه میگم، دلیلش بر من مهم نیست. همینه که دلیلش باید مهم باشه که چرا یه کسی کون تو یا من میذاره، چرا میخوای از حقیقت فرار کنی؟ کسی که با قول اون ترنسی که من تو لایو گفتش، ام اسپیکینگ، با قول ترنسی که من ببینم گفتش که آره، گفت همه مردهای دنیا وقتی میان خونه ترنسا حسادت میکنن، میمیرن، میگن اینو نگاه کن، این یه ترنس از خودش خونه داره، ولی ما که نره خریم گو هم نداریم. خب کدوم دختری اجازه میده این نره خرا برن خونه بکنتشون؟ آخه ببین دخترها پدر این مردا رو در میارن که به جواب سلامشون رو بدن. آره. اینو قبول کن. آره قبول کن که مردی که میاد آریانو میکنه یا تو رو میکنه یا هر ترنس دیگر رو، از بیجایی، از بی خانوادگی، از کسی بهش پا نمیده، از هزار تا مشکل داره فرار میکنه که آبش رو ما رو تو خالی کنه، ولی منم کار بدی نمیکنم، پولمو میگیرم و با این حقیقت کنار اومدم. برای خودت دراما درست نکن، برای خودت رویا پردازی نکن، خونتو تنگ نکن، حقیقت رو بپذیر. یه کسی میاد برای خونتو میذاره، میزنه و فرار میکنه. آریان هم همین. آریان جون حرف من اینه، من تو نگاه هم تو ذهنم این بود که من که سنم بالا رفته چه خاکی توسم، یعنی ذهنیت من سنت بالا رفته. خب میگه این سنش بالا رفته تا هنوز بهش نگاه نکردی میکشه پایین. دختر 14 ساله مگه میکشه برای مرد پایین؟ این خوبه دیگه، اینم بازم برگ برنده برای منه. به هر حال میاد سمت تو خوبه، ولی من خواهم اینو بهت بگم، برای خودت رویا پردازی نکن، مثل من با حقیقت کنار بیا. کسی که آریان رو میخواد بکنه چون آریان خونه داره، چون آریان حامله نمیشه، چون آریان پریود نمیشه، چون آریان بی کس و بی چیزه. کونش بذاریم، سرش بذاریم، هر گوهی بخوریم. کی کدوم مرد میتونه اگه میگی که دختر 14 ساله تو موبایی موهاش تا کمرشه، مرد خایه نداره بهش نگاه کنه چون پدرش رو در میارن. آره بله، چرا اینا نمیگی؟ چون مرد خایه نداره که به اون ناموس 14 ساله نگاه کنه، کونش میذارن تو زندان ها و سرش رو بالا دار میبرن. ولی چی؟ میاد سمت یکی مثل ماوتو، که ماوتو بی کسیم، جامعه تو سرمون زده، هزار تا بدبختیم، کف کیریم یا هر گوه دیگه. اینم خوبه، منم اینجور چیزی رو میخوام که طرف بیاد بینچم، دلیلش برای مهم نیست. اینا رو هم بگو در کناری که برای خود رویا پر دراما درست میکنی، این حقیقت ها رو هم بگو. من حقیقت های زندگی رو تولا همه گفتم. آره. تو هیچ چیزی دیگه من ندارم توی این دنیا که کسی ندونه. آره. همه میدونم من چی هم و چی هم. آره انجو خواستی آره. من چی میخوام؟ بهتون ببخشید، من چی میخوام؟ من با سن 47 سالم فکر میکردم که مثل دیدگاه بقیه مردم 60 به بالا بیاد سمتم، ولی وقتی 17 ساله 18 ساله میاد التماس منو میکنه، حالا به هر دلیلی، من احساس غرور میکنم. ببین لیدا، انقدر فقر زیاد شده، خب همه دنبال سوراخ رایگانن، تو هم که خب ماشاءالله هزار ماشاءالله که لختی، واسه همین میاد دنباله، واسه همین میاد. چیش خوبه؟ من یه چیزی بگم لیدا جون، ناراحت نشی از حرفم. ببین اون سری هم خودت گفتی من برام مهم نیست بیانسم، در صورتی که بهت گفتم اون طرف میاد به خاطر خودت نمیاد، به خاطر امکاناتت داره میاد، چون خونه داری یا ولی خب اینجوری که تو داری میگی، میگه چیزی که عیان است. ببین میگه چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟ به خدا تو پول به پسران میدی میکنن. نه اینجوری که داری تعریف میکنی. نه اشتباه همینه، بهتون حق میدم باور نکنید، ولی نظرام فرق میکنه. اگه پسر فکر میکنه تیزبازی کرده به خاطر خونه من، موقعیت من اومده حال کرده، از این غافله که من 10 برابر بیشتر از اون حال کردم که یه پسر 18 ساله رو به آغوش کشیدم. بله اینجوری هم حساب کنید. بچه ها یکی صحبت کنید، هر کی میخواست صحبت کنه اجازه بگیره، گاوداری که نیست اینجا دوباره. ببین من اینو بگم، ببین اون پسر 18 ساله‌ای که میاد با تو سکس میکنه، یه دختر 19 ساله نمیاد بهش بده، چون که از سکس هیچ بلد نیست، مجبوره بیاد یه سوراخی مثل تو پیدا بکنه بکنه. اینم خوبه، اینم نه میخوام، خب کجا مهم نیست بکنه.
من یادش بلد نیست بکنه. خانم ببین یاد استاد زره بکن این آقا ابله، این خانم ابله ای تشریف دارن، شما هر چی بگی باز کیر میخواد. آرین بچه ها من گفتم قبلنم بذار یه بار دیگه بگم، من به آرین جون گفتم لایبش چند با کنم، من چیزی که اگه سمت پسری میرم به هیچ عنوان اینو میتونم قسم بخورم به خاطر آلتش نمیرم، چون واقعا اون شکل آلت پسر رو اصلا دوست ندارم، اون چیزایی که زیرش پر چروکه، اون آلتایی که بعضیش نصفش قهوه‌ای نصفش زرد سفید اصلا حالا به هم میخوره. اگر پسری رو دوست دارم و گرایش دارم به خاطر اندام و زیباییش از روی لباس دوست دارم بغلش کنم، نوازشش کنم، میدونی عشق بازی کنم و اون قسمت من یه سوال دارم ببین یه پسری رو فرض کن تو همینجوری که میخوای هست، ولی خب ببخشید کیرش اون چیزی که تو فکر میکنی باشه، بعد اونجوری قبولش میکنی، مثلا چروک داشته باشه، قهوه‌ای یا سیاه باشه، اون چیزی که خب اگه قبول ولی خود پسر خوشگل باشه. آره پسر خودش خوب. آره دیگه من همین قسمت رو میخوام، گوش کنید بچه ها، از واقعیت ما فرار نمیکنیم. خب من میخوام واضح صحبت کنم از واقع. ببین من یک پسری رو خوشم میاد، اندامش میدم مثل این پسری که دوست شدیم، خب قد بلند، لاغر، چشما، عسلی، موها، وای نگم برات، دلم براش تنگ شد، کاری نداریم، خب باش دوست میشی میری و ایشون قبول میکنه که من باش عشق بازی کنم، بغلش کنم، اونم میگم چقدر تو نازی، میگه خواهش میکنم تو از من نازتری، جگر، نوازش میکنه، بوس میکنه. خب نهایتا واقعیت چیه؟ بعد از این همه تنازی من و عشق بازی اون پسر چیکار میشه؟ تحریک میشه. حالا تو این مرحله پسر از تو چی میخواد که حالا این قسمت بعدی رو شما زحمتشو بکشی، بالاخره یه قسمتی از بدن اینو بیاری بالا، آبشو بیاری دیگه، ببخشید بذار راحت بگم. بعد خب دیگه اونجا دیگه من مجبورم، خب نامردیه دیگه، من حالمو کردم اون حال نکنه، منم یه جوری کارشو راه میندازم. بعد چرا که نه، یه لحظه ببخشید خانم دنیز یه چیزی بگم. دنیز میگه داشت به لیدا میگه الان میخوام از اینجا جا داره از لیدا حمایت کنم، میگه آره تو ابنه‌ای هستی فقط کیر میخوای. لید خانم دنیز سن زن و مرد نمیدونه، زنی که زنی هم که پیر میشه شوگر مامی میشه، پول میده بذارن کسش. آفرین خانم، این میدونی داستان چیه؟ دنیز خانم این مشکلی نداره، سن وقتی که میره بالا، وقتی که جوونی، ببینید وقتی شما جوونی، وقتی که آریان الان 18 تینیجره، پول میگیره، کون میده، غرور داره، همه چی داره. همین آریان 20 سال دیگه بشه 40 سالش، غرور الانشو نداره، خیلی کوتاه‌تر میاد، شاید پولم بده که کونش بذاره. همینجور برای زن وقتی که پیر میشه میشه شوگر مامی، پول میده به پسر جوان کسش بذارن. خب لیدا کار خوبی میکنه، لیدا پول نمیده ولی مکان میده، خونه میده، شام میده، نهار میده، قیلیون میده، محبت میدن دارن کونش. آفرین من در اجازه بدید در تایید حرف آریان جون بگم، الان چنین پسری که من دارم ازش تعریف کنم با من دوست میاد بهم سر میزنه، خدا رو شاهد میگیرم، دیدی که شوگرا دنبال پسرای خوشگلن که پول بدن و حمایتشون رو ساپورت کنن که بیاد یک بار باشون، مثلا حداقل یک شوگر برای این پسر 10 میلیون برای یک شبش میده. خب ولی من چی؟ هیچی، خونم یاد یه چایی جلوش میذارم، اگه وقت داشته باشه قلیون بهم تموم شده، من باید بابت این 10 میلیون تومان بدم که یک بپیشم، ولی این مبلغ رو نمیدم و پسرم با دل و جون میاد ناز منم میکشه، پس من باید چی؟ خوشحالم باشم. خب من یه چیزی بگم در جواب حرفتون، اول من که چون چنچره، چون که آلت ندارم، شاید حس من اینجوری میگه، ولی به نظر من یه دیلدو بخری خیلی بهتره، 24 ساعته برای دستته دیگه، نیاز به کسی نداری، خودت هم میاری میبری. نگرفتی چی شد؟ من جمال بازم با اندام زیبای اون پسر و حرفای اشغولانهی که به من میزنه حال میکنم، نه با آلتش. خانم پدر من همسن تو بود، کفن رفتری تو دنبال کیر عموجانی هستی؟ من تازه راه افتادم. من تازه راه افتادم.
رفتم، فقط هم خوراکم پسره به شدت زیبا هست و اتفاقا هم یه لبخند میزنم شماره تو میدی خانم خوشگله، منم میگم بله خب یه سوال در عوضی که مثلا باهاشون حالا اوکی حالا حرفا به جا، حالا در عوضی مثلا این که باهاشون کانکت میشی یا مثلا باهاشون برنامه میکنی، آیا مثلا این آدم مثلا قدر تو رو میدونه؟ مثلا به فرض مثلا یه کیلو شیرینی بیاره داخل خونه، حداقل چای میخوره؟ ببین عزیزم قضیه فرق میکنه، اگه طرف بگی چی ریلی و اینا، خب اون که آره خرجت هم میده، هر سیم بیاد یه سیم گیره، ولی وقتی نخونه میچ خرج بیاد ریلی طرف میاد داخل خونت، خودش براش روش رو بشه بشه یه کیلو شیرینی شکلات بیاره، تو کلا مفتی داری میگی، همین بازار کاسه بازار همه خانوما رو خراب کردی. حالا گوش کن الان آریان جون و من کلی توضیح دادیم، تو معلومه حواست جای دیگه است، من باید بابت چنین پسری که از یوزار سیف زیباتره من با یه مبلغ خیلی بالایی بدم که بیاد خونم، ولی اینقدر زنده این که پسر خوشگله معرفت داره و موقعی که باش هستم میگم چقدر تو نازی، باورم نمیشه با من دوست شدی، منو بغل میکنه میگه این حرفو نزن، جذابیت تو 100 برابر منه، من که زیبایی ندارم، و اونجاست که من قرار من اینجوری فکر میکنم خب هاشم ببین من چی میگم، من اینجوری فکر میکنم، خب اون بالا سرت هست چه گیتاره چیه، اون از اون قدیمی رو با قابل احمد به خدا 100% میان پسرهای، باید یه چیزی هم باید بدن به نظر آفرین صندلی قدیمیه، اون قدیمیه، قابل احمد قدیمیه 100%. خب منم باشم دلم با 100 میسوزه، میگم بذار ببین بنده خدا کمک کنم، منم باشم کمک میکنم، بازم خوبه مهم اینه که میان من میتونم به خودت میره به همه دنبال تو هم، چرا باید چیزات قدیمی باشه؟ چون که اتفاقا از همین قدیمی بودن من دوست دارم، چون میبینم من قدیمی هم خاکی هم و چه بدنی دارم، مهم اینه که پسرهای خوشگل سر و دست میشکنم برای اینکه دستیابی پیدا کنم به من زیبا. خوش به حال نت خواهد تو رو میکنم، من رو نمیکنم، ولی به قول دنیس واقعا به قول دنیس تو یه ابنه کاملی. این چیزی بگم دنیس، من یک ببین هر چه آدم بزرگتر میشه، تو لیزا 3 سال شروع کرده، لیزا الان 47 سالشه، 43 سالگی شروع کرد برای اینکه شو آب کنه، یعنی نشون بده که من ترنسم. خب اوکی، لیدا حداقل 5 سال 6 سال 10 سال نیاز داره، چون تازه اول جوونیشه، اول داره کون میده، این باید کونش آروم بشه، ولی یکی مثل ما که از من که از وقتی به دنیا اومدم کون بودم، زیر کیر شنا میکردم، قلط میزدم و همه چی، برای من شاید الان فرق میکنه با یه کسی لیدایی که تازه 3 سال شروع کرد. لیدا بیچاره تایم داره، باید 5-6 سال دیگه باید باهاش صحبت کرد، آره آره و از اول بیزینسی بودن، هنوزم بیزینسی هم، یعنی غرور و مثلا این که مثلا بگن ما کیس میخوام، کیس خویشون رید شما لیدایی دارم بگیم، من راضی نبودم پرید تو حرفم، بعد منو دعوا کردیم تو اصلا نمیذاری کسی صحبت کنه. لیدا ادامه بده، نمیذاره که فایت چه نمیذاره، اما دهن با میکنه بل 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 بزن من وقت بزنم، بگو لیدا اتقام درست شما میگی 3 سال شروع کردم، خب 3 سال من اعلام کردم ترنسم، خب کمتر از 3 ساله، و اینکه تازه جوانیم آریان شاید باورد نشه 1 هفته شروع کردم،
و میخوام جوونی کنم. بقول بند خودی تو لابه اومد گفت درسته تو سنت بالا ولی چون تازه شروع کردی حکم یه دختر 15 16 ساله ای رو داری که هیجان داری، تازه میخوای ببینی پسرا چقدر دوست دارن چی کار برات میکنن. من تازه به دوران رسیده ام و هیجان دارم و شکر خدا خدام برام ریخته پسر خوشگل مشکل ریخته. فقط یه چیزی مال مفت و همه میکنن، ناراحت نشو. یه لحظه بعدم خوبه ولی یه پیشنهادی دارم برات لیدا. یه پیشنهادی دارم دوست خواهرانه بهت میگم، تجربه زندگیمه. اگر خیلی اگر که تو زندگیت واقعا کیر مهمه که حتما یه چیزی باید تو کونت باشه و احساس آرامش میکنی، هیچ وقت از ایران نرو. چون اگه تو پا تو از ایران بذاری سمت ترکیه، اروپا، آمریکا، کانادا، دیگه تو لیدای قبلی نمیشی. آره میدونم. هیچ کسی کونه تو نمیذاره. فقط در جایی تو میتونی موفق باشی و هر شب کیر داری ایرانه. تو دیگه پا تو از ایران بذاری بیرون هیچ کسی رو تم توف نمیندازه. تو در اروپا، در غرب آمریکا ببینی پسرهای 18 19 ساله که ببینی آبت میاد کیر ندارن. اینجا بی کیریه، اینجا چیزه اصلا، سیل زده است. قربونه کرج خودمون برم پس. وای آره، فقط اگه کیر پرستی و کیر دوزی و کیر قاپی فقط ایران بمون که اونجا بهت میرسه. نه. از ایران پا تو یه قدم بزنون برتر دیگه خبری نیست. اینام که گفتی نیستم، من گفتم من چجوری بگم، لاوم، سافت لاوم، عشق بازم، دنبال چیز سیکمیک نیستم اصلا. ولی خب پسر خوشگل رو دوست دارم، پسر خوشگل بیه سمتم و همین ایران برای من خوبه. آره من حقیقه الان خودت میدونی تو لاو دوست داری، مکلاف دوست داری، هر گوهی که دوست داری، ولی اگر که اگر کیر دوستی کیر برات مهمه، من کیر برات مهمه، من خود من برام کیر مهمه. ببینید همه منو میشناسن، من به این قبله محمدی به جون جدم قسم همه منو میشناسن. من نه تو لاف میرم، نه تو مکلاف، نه هیچ گوی دیگه. من فقط برام کیر مهمه. من کیر دوزم، کیر قاپم، هم با همه هم قطع رابطه کردم به خاطر کیر. من فقط دوست دارم یکی بذاره کونم، همین، تموم شد. همیشه میگم خدایا شکرت که با این که گرایش به پسر دارم، پسرها رو خیلی دوست دارم، فقط اون جمال و زیباییشون رو دوست دارم. باورت میشه به مرحله که میرسه یه جا شیطنت میکنه، برای شوخی هم شده، یه لحظه میندازه بیرون، حالم بد میشه. من اصلا خوشم نمیاد از دیدن اون آلت پسر. بابا خوشم نمیاد خانم هاشم یه جوری میگه حالم بد میشه، اگه تو به خاطر همون کیر زنتو طلاق دادی بعد حالت بد میشه. نه تو خاطر آلت نبوده، آلت چیزی. تو به خاطر همون کیر بد قیافه زنتو طلاق دادی، کل خانواده رو نابود کردی که کیر بخوری، بعد حالت به هم میخوره. نو مثلا من امیر دنیز مالا که ما خودمون، ببخشید من که پسرم، نه زن دارم نه بچه دارم هیچی، پدر مادرم هم میدونم کون میدن، میگه چون آریان جداست با ما زندگی نمیکنه، زندگی خودشه، یه جای دیگه است. ما نه زن داشتیم نه شوهر داشتیم نه بچه که به خاطر کیر طلاق بدیم. دیگه ادا تنگار در نیار به خاطر میگی حالا برم میخوره کیر میرم. تو الان کیرو ببینی گریه میکنی. نه بذار دلیل برات بیارم آریان، چون خودمون داریم، باورت نمیشه. خودم خب حالا من که هنوز چیز نکردم، وقتی بالا خودم اینم اصلا سعی میکنم تا بشه نگاه کنم، معت از یکی خودم هم بدم میاد، حالم به هم میخوره از یکی خودم، بعد از مال پسرای دیگه خوشم بیاد. او نو نو من خداییش بگم یه چیزی بهش میگم، خداییش اینو باور ندارم چون نیدم، همه ترنسا، همه کونیا عاشق کیر ساک زدنه. من خودم یکی فیوریت هم اینه که فقط کیر ساک بزنم. بعد تو کیر بدت میاد کسکش. من ببین تو کیر ببینی حالت به هم میخوره، تو الان کیر ببینی 30 سال جوان تر میشی. نه قیافه پسر من جوان میکنه، اون زیبایی پسر، خوشتوشیش، تتوهایی که میزنه، من با اینا عشق بازی میکنم. حالا اونم دنیز کیرای، اونم کیرای ایرانی، که همه کیرای ایرانی خوشگل، خوشبون، خوشرنگ. بعد این هاشم ببینه بعد حالش بد شه. تو کیرای ایرانی ببینه بعد خوشبونه، معجزه میشه، میشه زلیخا. اسمش
اسمش هم به خدا نباشه، این ایشون تیر ببینه به چشاش هم میکشه. آره بابا به چشات میکشی بابا، اینقدر دیگه الان تنگا رو در نیار، همه حالم بد میشه تیر ببینم. خودتون نگاه نکنین، من اگه برم خب حالا همش اتفاق میفته، بخوام برم سمت آلتون پسر، خب یک ذره بوی عرق بده قشنگ اینجوری میارم بالا. بعدشم اگرم یه موقع اومد میگم ناراحت نشو تو یه چیزی میگم ناراحت نشو، تو خیلی داری صحبت میکنی، بذار من صحبت کنم، یه ذره تو رو به چالش بکشم. من ببین گفتم اونجا شما دقت نمی‌کنید، من عشق بازی رو دوست دارم، پسری که زیبایی خیلی جمال بازی رو دوست دارم، و وقتی پسر رو بغل میکنم بوس میکنم، خب بنده خدا هم آنتنش هوایی میشه دیگه، خب اونم خیلی حال کنه. در اون صورت در اون صورت صلوات بر محمد باید همت بکش عزیزم، دیگه گفتم شما ابنهی تشریف دارید، گوش کن. در اون صورت هم طرف با بری دو بار سه بار با مایه خوشبو کنند تمیز بشوره، اونم اگر بخوام رابطه بغل کنم یه جای تاریک من نبینم، که اصلا از قیافه اون آف میشم، دوست ندارم، سلیقه‌ست دیگه، من اصلا آلت پسر دوست ندارم. این چیزایی که تو میگی باید فرشته بخواد از طرف، این انتظاراتو باید فرشته داشته باشه، من داشته عزیزم. یکم به نترال بودن من دقت کن، من نترالم، نترال بدون آرایش میرم بیرون، پسر گروه 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 دنبالم یاد، یه مداد به ابروم نکشیدم، گروه گروه دنبال من را میفتن، چرا برم آرایش کنم، چرا برم عمل کنم؟ پس یعنی من بعد در مقابل تو بگم گوه خوردم، تو خیلی خوش گرد ولی خب من خیلی زیبا، من خیلی جذابیت دارم، منو دست کم نگیر چیزی که میگن. اوکی بچا درسته، این از این، من خودم اگه بخوام بگم، من خودم عاشق ساک زدنم، خیلی دوست دارم ساک بزنم، خیلی خوب بلدم، لبام اصلا ساخته شده، آفریده شده برای ساک زدن. هر مردی که لبای خوشگل من میره رو کیرش آبش میاد. من ساکر خوبی هستم، دوستانی که تو لایو هر کی میخواد من براش کیرش ساک بزنم دایرکت مزاحم شید جواب میدم. یک و من این که تا کونم نذارن به آرگاس نمیرسم، آبم نمیاد، ولی بدون اینی که کونم بذارم ولی کیره خوب باشه میخورم آبم میاد. یعنی مثلا هاشم میگه من بدم میاد از کیر میبینم، بابا تو واقعا کیرم ببینی میکشه رو چشات، من نیدم چیز بشه تو که اینقدر عاشق مردایی. من مردای خوشگل خوشتیب، خب گفتم بازم میگم میرم بغل بوس، بعد تعریفش، بعد دیگه اونجوری که مجبور بشی چون خیلی جذاب و خوشگله، آره شایدم به قول تو یه حالی هم من بهش بدم، ولی خب باید خیلی خوب کباب باشه، خیلی خوشگل باشه، چون من اولین چیزی که پسر منو جذب میکنه به خودش اون جمال زیباشه، زیبایی چشماش، صورتش، لباس خوش بودن. من یه سوال دارم خانم لیدا، یه لحظه میوت کن صحبت نکن، واقعا 5 دقیقه صحبت نکنی خیلی خوبه، فقط از شما دارم شما رو تخت خوابت، چون تخت خوابت آینه قدی داری دیگه. من تخت ندارم، من رو زمین، چون خودم کوچیکه تخت خواب نخرید، رو زمین. مثلا وقتی اون طرف مثلا میاد تو بهش حال میدی، بعد مثلا به فرض مثلا فکر کن آینه جلوته، بعد یهو مثلا این داره تو رو میکنه و کیرت هم دست تو داره قیافه خودتو میبینی، واقعا ریاکشن چیه تو آینه؟ ریاکشن من یا اون پسر؟ ریاکشن خودت. من که هیچی که ندارم، حال اما میکنم، برای مهمه که اون پسر بعدش نیاد، و از پسر میپرسم میگم عزیزم اگه آفت میکنه من نشونه دادم، میگه نه عشقم، این حرفا چیه، تازه میخوام بخورم. مثلا فکر کن اینجوری داره که وایسادی، بعد مثلا اینجوری داره میزنه و قیافت هم که داره جلو آینه اینجوری میاد میره، ریاکشن خودت اون لحظه داخل آینه چیه؟ اون لحظه فقط به چهره اون پسر خوشگل، به اون چشمای رنگیش نگاه میکنم، میگم وای جون تو فقط جرم بده. بچه ها مرسی که بودین لایف، 30 ثانیه ازش مونده، من دیگه لایف 1 ساعته شده، معذرت میخوام، ولی خب بحث شیرینی بود. ما که وقت نکردیم. حالا برای آخرین بار من یه خواهش از تو دارم. لیدا اومدم تو لایف بیا بالا کارت دارم. آره
آریان جون لایو بزن. لحظه بلند بشی اندام شما ببین.